سلام میگم خدمت همه شما دوستان عزیزی که در یک برنامه دیگه با ما همراه هستید. در این برنامه میخواهیم برای شما دوستان عزیزی که علاقمند به دیدن سریال‌های ترکی هستین، 5 تا از بهترین سریال‌های درام ترکی که در سال 2021 از شبکه‌های ترکیه در حال پخش شدن هستن رو معرفی کنیم. خوشحال میشیم تا آخر این برنامه با ما همراه باشید و شما هم بهترین سریال درام ترکی که تا الان دیدید رو حتما در کامنت ها برای ما بنویسید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید خوشحال میشیم دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای مطلع شدن از برنامه های جدید ما علامت زنگوله رو فعال کنید. سریال اتاق قرمز با نام ترکیه کرمیزی اودا. سریال ترکی اتاق قرمز جزو سریال‌های خاصیه که با پخش چند قسمت اولش تونست توجه مخاطبای زیادی رو به سمت خودش جلب کنه و به زبان‌های مختلف دنیا دوبله و یا زیرنویس بشه. داستان این سریال که برگرفته از رمانی به همین اسمه، حول محور یک روانشناس و بیماران اون می‌گرده که هر کدوم دچار یک نوع اختلال روانی هستن و داستان‌های مختلفی دارن. در واقع میشه گفت هر قسمت این سریال داستان مجزای خودش رو داره که بر اساس حوادث و اتفاقهای واقعی نوشته شده و با یک دید آسیب گرایانه به بررسی مشکلات روانی که در جامعه وجود داره نگاه میکنه. این سریال که به کارگردانی جم کارجی هستش، از تاریخ 4 سپتامبر 2020 هر هفته جمعه ها از شبکه تیوی 8 ترکیه شروع به پخش شده. بازیگرانی که در این سریال نقشای اصلی رو ایفا میکنن عبارتند از بینور کایا، تولین اوزن، بوراک سوینج، مریچ آرال و حالیت اوزگور ساری. سریال کفاره یا تاوان با نام ترکیه کفارت. سریال کفاره یا تاوان از جمله سریال‌های ترکیه متفاوتیه که هم به خاطر حضور هنرپیشه‌های سرشناس ترکیه و هم به خاطر داستان خاص و متفاوتش تونسته تعقیب کننده‌های زیادی رو از سراسر دنیا به دست بیاره. نور گولیشیل چای که آخرین حضورش در سریال موفق و پرطرفدار گلپری بوده، توی این سریال به عنوان نقش اصلی به همراه مرت فیرات و یور دایر اوکور بازی میکنه. در داستان این سریال زینب به عنوان معلم در یک مدرسه مقطع متوسط موسیقی تدریس میکنه و به همراه دوتا فرزندش زندگی مرفه و رویایی رو داره، تا جایی که با شخصی به اسم سینان که کمیسر پلیسه روبرو میشه و زندگیش به کلی تغییر پیدا میکنه. سریال کفاره به کارگردانی مسعود اراسلان از تاریخ 22 نوامبر 2020 هر هفته یک شنبه ها از شبکه فاکس ترکیه شروع به پخش شده. از دیگر بازیگرانی که در این سریال ایفای نقش می کنن اوزگه اوزاجار، آیشه گل جنگیز و مینه کلیچ. سریال عقرب با نام ترکیه آکرب. این سریال با سناریوی بی‌نظیر و با حضور بازیگران پیشکسوت تلویزیون و تئاتر ترکیه تونسته در صدر جدول بینندگان قرار بگیره و نه تنها از کشور ترکیه بلکه از کشورهای مختلف دنیا هم تونسته مخاطبای زیادی رو به سمت خودش جذب کنه. به طور کلی داستان این سریال حول محور عشق، خیانت و انتقام می‌گرده و داستان دو زنی رو روایت می‌کنه که مثل عقرب برای نیش زدن دشمنشون نیششون به خودشون هم برخورد میکنه. فردا زن جوونیه که به همراه دختر نوجوونش توی آرایشگاه خودش مشغول به کاره. این زن با مرد متأهلی به نام فکرت رابطه داره و از طرفی هم در تلاشه که با تماس و پیغامهای ناشناسش به برنا یعنی همسر فکرت این رابطه رو فاش کنه و ادامه داستان.
سریال عقرب به کارگردانی گوکچن اوستا از تاریخ 11 دسامبر 2020 هر هفته پنجشنبه ها از شبکه استار ترکیه شروع به پخش شده. بازیگرانی که توی این سریال نقش های اصلی رو ایفا می کنن عبارتند از دمت آکبا، اوریم آلاسیا، بکیر آکسوی، یوسف چیم و اصلی ملیسا اوزون. سریال پدر قهرمانم با نام ترکیه کاهرمان بابام. این سریال متفاوت در عین اینکه زندگی درام و پر از احساسات یک پدر که شغل آتش نشان داره و دخترش رو بیان میکنه، سختی ها و خطرات آتش نشان بودن و زندگی پرتنش و خانواده های اونها رو هم به تصویر میکشه. سریال پدر قهرمانم به کارگردانی عثمان کایا با اسم دیگه‌ای به نام کامیون قرمز در تاریخ 31 مارس 2021 با پخش قسمت اولش از شبکه شو تیوی ترکیه شروع شد، ولی به شکل ناگهانی پخش اون متوقف شد و حالا با عوض شدن اسم سریال به پدر قهرمانم شروع تاریخ پخش اون از 14 ژوئن 2021 اعلام شده و به نظر میرسه این مجموعه قرار جایگزین سریال پرطرفدار گودال بشه. و نکته دیگه‌ای که هست اینه که سریال مجدداً از قسمت اولش پخش میشه. سریال پدر قهرمانم اولین باریه که درهای دنیای آتش نشانها و ایستگاه آتش نشانی رو در ترکیه به روی بیننده ها باز میکنه و قرار ما شاهد زندگی، عشق، خوشبختی، کسالت و آتش سوزی های ساده و سهمگین و عملیات های آتش نشان هایی باشیم که بین دنیای کاری و شخصی و حتی عشقی این مردها و زنهای فداکار اتفاق میفته. بازیگرانی که در این سریال نقش های اصلی رو ایفا میکنن عبارتند از گورکم سویندیک، اوزهان چاکر، اصلی اورجان و دنیز حمزاولو. سریال خواهر و برادرانم با نام ترکیه کاردشلریم. این سریال به کارگردانی سرکان بیرینجی از تاریخ 20 فوریه 2021 هر هفته شنبه ها از شبکه ای تیوی ترکیه شروع به پخش شده و روایتگر داستان 4 خواهر و برادریه که به شدت به هم وابسته هستن و طی ماجراهایی هم پدر و هم مادرشون رو از دست دادن و توی این دنیا به جز پناه بردن به هم دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، تا جایی که درهای دانشکده‌ای به روی اونها باز میشه، مکانی که دنیای متفاوت از ثروتمند و فقیر و مظلوم و ظالم با هم تلاقی میکنه. بازیگرانی که در این سریال نقش‌های اصلی رو ایفا میکنن عبارتند از جلیل نالچاکان، سو برجو، یازگی جوشکن، ملیس مینکاری، چالا شیمشک و رجب اوستا. نظر شما درباره این 5 سریالی که معرفی کردیم چیه؟ خوشحال میشیم در کامنت ها حتما برای ما بنویسید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. اگه از سبک برنامه های ما خوشتون میاد میتونید یکی از 4 ویدیویی که در تصویر نشون داده میشه رو انتخاب کرده و در ادامه هم با ما همراه باشید. آرزو میکنیم همه لحظه های زندگیتون سرشار باشه از عشق، سلامتی و موفقیت.